خب آقا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بر بچه گل و عزیز یوتیوب. آقا اومدیم با یه ویدیو ریاکشن دیگه، ویدیو ریاکشن به اجرای از یه جایی به بعد از پوری که تقریبا فکر میکنم 20 دقیقه یا نیم ساعت شده که در واقع اومده روی یوتیوب و دارم نگاه میکنم ویو خیلی جالبی 2114 تا ویو در عرض مثلا 20 دقیقه، به نظرم آمار خوبیه و گفتیم ریاکشن این کار رو بریم. نمیدونم، مثل اینکه این کار به مناسبت تولد خودش هست و من از همینجا از جانب خودم تولد گادپوری عزیز و به خودش و طرفداراش تبریک میگم و میگم آرزوی سلامتی و موفقیت واسش دارم و امیدوارم که سال خوبی پیش رو داشته باشه و به قول معروف، به قول خودش که گفت قراره رپ و اوراق کنه، ما همچنان منتظریم دیگه، منتظر اون اوراقی هستیم. خلاصه گفتیم ریاکشن این ویدیو رو بریم و عرض این ویدیو هم اطلاعات خاصی نداره که بخوام بگم، فقط اینو در واقع گفته باشم که لینک ویدیو توی دیسکریپشن هست، اگه دوست داشتین میتونین برید کار از اونجا گوش بکنید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ریاکشن، دمتون گرم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنید، انرژی بدید. کانال دوم لینکش هم پایین عکسش اونجا هم یه سری بزن، اکانت اسپاتیفای دار سر با اکانت اسپاتیفای مون هم بزن، لینکش من دیسکریپشن هست، اینستا هم پایین عکسش میتونین اونجا ما رو فالو داشته باشید. بریم سراغ ویدیو ریاکشن. از جو بعد واسه فر کنار این آدم دیروزی شلوار کتون پاش کنه عوض شما. دقت میکنی حتی با اینکه این ویدیو رو مثلا اومده مثلا خیلی کمه دیگه، 1 دقیقه و 13 ثانیه است، ولی مثلا از دو شات داره ویدیو میگیره، یکیش که مثلا روبروشه، یکی هم از نمیدونم نمای کناری بخوام بهت بگم مثلا از همینجا. من فقط یه کوچولو کیفیت ویدیومونو ببریم بالا، لعنتی 144 آخه، همون 480 آجی نت خیلی ریده، نمیدونم واسه شما هم اینجوری شده یا نه، ولی نمیدونم مثلا اینکه یه سری از سیمای اینترنتی اونجا چیزا سوخته، احتمال قطعی و نمیدونم کند شدن سرعت اینترنت هم هست، الان هم اتفاق افتاده. نمیدونم داشتم چی میگفتم، بریم یه بار دیگه، اصلا یادم رفت. از جو بعد این ایلاکه، نه ایلاکه میگم چیز، آکیو نیستش، نه این یکی دیگه است، احتمالا آکیو داره فیلم برداری میکنه. از جو بعد باز فر کنار این آدم دیروزی شلوار کتون پاش کنه عوض شما دمون تیفوسیش. این الان تیفوسیه. من کلن خیلی واقعیتش تجربه خاصی توی مدل موها نداشتم، یعنی همون موقع که مثلا ما بچه بودیم مثلا یا از تر میزدن، خب یا هم که نمیدونم یه کاسه ای مثل اون توی یکی از فیلم های مستر بین نمیدونم دیدید یا نه، یه کاسه رو گذاشت رو کله پسره با قیچی دورش رو برداشت، اونجوری اصلاح میکردیم. تا اینکه مثلا میگم ما رفتیم دانشگاه، مثلا واقعا میگم تو روستا همینجوری بود، همینجوری از تر مثلا با ماشین اونجور چیزا میزدن با تیغ بخوام بهت بگم، تا اینکه رفتیم تو شهر و دانشگاه و نمیدونم یه کوچولو، آره دیگه اونجا مثلا ما دیدیم مثلا دورمو برداشتن اونجور چیزا، وگرنه واقعا نبود اینجا. کنه عوض شما دمو تیفوسیش ایه جا به بعد وقتی رو استیج بره با لیموزین میزنه آخرین پک باجی روی استیج با لیموزین میرن یزید زین. میدونم منظورش اینه که مثلا روی استیج رو نمیگه دیگه، مثلا میخواد بره مراسم کنسرت رو اجرا کنه روی استیج، منظورش اینه که با لیموزین بیاد از اون پیاده بشه بعد بره روی استیج، منظور اون بود. میزنه آخرین پیکشو با رفیقا واسه پیروزی ایگه جو بابا استوری میزنم آخرین کارم میکشم کنار که بره پسر. آی چقدر اصلا فکر کردیم به این قضیه، مثلا واقعا خیلی یه چیز ناراحت کننده یه، تو مثلا رپر مورد علاقت یه روزی بیاد استوری بذاره که دیگه آخرین کارمو قراره بدم، بعد این دیگه قرار نیست بخونم، خیلی ناراحت کننده است. مثلا فکر کن حسین رحمتی بیاد دیگه نخونه، یه سری از رپرها واقعا مثلا خیلی دردناکه. اصلا بعد پورینو واقعا با یه بغض عجیبی گفت، اصلا من کلا گرفت منو، میزنم آخرین کارم میکشم کنار که بره پسرم ادامه راه همون ایه جو ببر. چقدر خوب دلنوشت میاد، خدای انتظار نداشتم، چون مثلا اون پوری که مثلا من اکثرا نداشتیندم اکثرا توی کار گنگ و اینجور چیزا لفظ بازی و اینجور چیزا بوده، ولی اصلا دلنوشتم خوب مینویسه، این تیکش واقعا عجیب سم بود. میکشم کنار که بره پسرم ادامه راه همون ایه جو ببر باس بشه وقتم باس خونه بادم بشینم یه گوشه ببینم که همشون تو رفاهم یه جو بلد واسه بپوشونم تتوهای تن اولویت ها رو داره میگه، مثلا خانواده خیلی مهمه واقعا، اصلا توی فیلم های مافیایی و مثلا پدرخوانده و اینجور چیزا هم دقت کنید، واقعا اولویت خانواده است،
خیلی مهمه این قضیه. یه جا به بعد واسه بپوشونم تتوهای تنم. حاجی از یه جا به بعد ما شایم فکر میکنم، یا نه شایه نداره، فکر میکنم اون تا یه جایی بود یا یه موقع هایی بود، فکر کنم نه نداریم. من یه لحظه اسم کار از یه جا به بعد که اومد اصلا فکر کردم شاید ما قبلا همچین موزیکی رو داشتیم. یه جا به بعد واسه بپوشونم تتوهای تنم، بمونم خونه بیشتر گوش کنم حرفای زنم. یه جا به بعد دیگه دغدغم میشن بچه ها، واسه بمونم زنده که بدونن دارن یه نفر. یه جا به بعد واسه بگیرم دست بقیه. پشتوانی هست دیگه، واقعا دل هممون به همین خوشه. دل تو خونمون، واقعا دلمون، اصلا دلتون به چی قرصه؟ به پدرتون دیگه. خب من یادمه مثلا من نبودم ها، مثلا پدرم تعریف میکرد که مثلا رفته بودن مسافرت خواهرام و خانوادگی با هم دیگه، بعد مثلا توی هواپیما سوار شده بودن. اینا تا حالا مثلا سوار هواپیما نشدم، من که اصلا نشدم، یعنی واقعا اصلا سوار نمیشم، خیلی میترسم. بعد توی اون لحظه همه ترسیده بودن، پدرم مثلا اونجا وایساده بود، گفته بود نترسید. مثلا وقتی اومدن گفتن همین نترسید گفتنه مثلا بابامون اصلا یه اصلا دلمون خیلی قرص شد دیگه، اصلا انگار مثلا خدا اونجا بالا سرمون بود. واقعا میگم حرف خیلی قشنگی زد اینجا پوری، دقیقاً همین جوریه. نفر هر یه جا به بعد باس بگیرم دست بقیه رو، نخوامده هیچ کیو دیگه براش، حتی اونایی که با هم رقیبنو رامو پیدا کنم و دیگه برم جدا کنم از همه مسیرمو خاطره. ببین آخر سر همه دارن همون چیز بود، حسین توی آهنگ جنگل تاریک اومد در مورد بخشش و صلح و اینجور چیزا حرف زد، آخرش همشون به نظرم به این نتیجه میرسن که واقعا این کلکلا این درگیری ها آخرش اصلا فایده ای نداره، واقعا باید بخشید. حرف قشنگی بود. پیدا کنم و دیگه برم جدا کنم از همه مسیرم و خاطره بشه این روزا برام، دور بریزم دیتای مریضم و یه جا به بعد دیگه فرسوده شدم و لهم. وای نگو اینو نگو، تصورش آدم خورد میکنه. میدونی حالا نه مثلا اصلا پوری، مثلا یه سری توی ذهنمو، خب یه سری آیدل حالا بخوام بگیم، یه سری الگو، یه سری رول مدل هستش دیگه، مثلا وقتی همچین حرفی میزنه اصلا ناراحت میشی. یا مثلا توی زندگی خودمون وقتی داریم مثلا میبینی پدرت داره اینجوری پیر میشه، مادرت داره شکسته میشه، اونایی که واقعا میگم اون موقع مثلا وقتی بچه بودی به چشم قهرمان نگاهشون میکردی، باورت نمیشه، باورم نمیشه، میخوام گریه کنم. این چی کاری بود کردی پوری نصف شبی؟ تای مریضم و یه جا به بعد دیگه فرسوده شدم و لهم، یه جا به بعد، یه جا به بعد دیگه هیچ کس رو نمیخواد دلم. والله عشقی، حالمو گرفتی، ولی خیلی عشقی، خیلی مشتی هستی، واقعا نمیدونم چی بگم. خب آقا اینم ویدیو ریاکشن به اجرای خیلی دارک، واقعا میگم اصلا ناراحتم کرد از یه جایی به بعد از پوری. ما معذرت میخوایم اگه ویدیو یه کوچولو دارک شد. میگم بازم من تولد پوری رو به خودش و طرفداراش تبریک میگم، آرزوی موفقیت واسش دارم، امیدوارم تو هر زمینه‌ای پیروز و موفق باشه، بتره کنه و به قول معروف اوراق بکنه. آقا دم شما گرم، تا اینجا ویدیو با ما بودی، ان شاءالله که از ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگه تازه با کانال شما شدید لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، دمتون گرم، عشقین 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 عشق، تا یه ویدیو ریاکشن قسمت دیگه، فعلا خداحافظ.